بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خوشنودم از توفیق مجدد و مکرری که نصیب من شده است برای آمدن به محضر عزیزان که خدمت یکایکشون سلام میکنم و درود میفرستم و خوشنودترم که توفیق داریم همچنان به بحث از غزلیات شورانگیز مولانا جلال الدین بپردازیم. اونچه که امروز مورد بحث قرار میگیرد در دیوان مولانا در مجموعه قصائد او آمده است و در مجموعه غزلهای او نیست، اما مولانا خود به این طبقه بندی ها چندان قائل نبود. در میان غزلهای او غزلهای بسیار بلندی هست که با قصیده پهلو میزند و در قصائد او هم منظومه هایی هست که چندان نام قصیده بر آنها نمیتوان نهاد. و علی ای حال به قول خود مولانا، گندمش بستان که پیمانه است رد. به پیمانه کاری نداریم و به گندم و به محتوا میپردازیم. این قصیده یا غزل که میخوانیم از غزلهای پربار مولاناست، اما چون در پاره از ابیات آن جناب آقای شفیع کدکنی یا تکرار دیدند یا بلاغت کافی ندیدند، همه اون رو گزینش نکردند و در گزیده غزلیات خود نیاوردند. اما ما همه رو میخوانیم و به نوبت شرح میکنیم. عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. عشق را بو حنیفه درس نکرد، شافعی را در او روایت نیست. لا یجوز و یجوز تا اجل است، علم عشاق را نهایت نیست. عاشقان غرقه‌اند در شکراب، از شکر مصر را شکایت نیست. جان مخمور چون نگوید شکر، باده ای را که حد و غایت نیست. هر که را پرغم و ترش دیدی نیست عاشق، و زان ولایت نیست. گر نه هر قنچه پرده باقی است، غیرت و رشک را سرایت نیست. مبتدی باشد در این ره عشق، آن که او واقف از بدایت نیست. نیست شو نیست از خودی، زیرا بتر از هستیت جنایت نیست. هیچ راعی مشو رعیت شد، شو راعی جز صد رعایت نیست. بس بودی بنده را کفا بالله، لیکش این دانش و کفایت نیست. گوید این مشکل و کنایات است، این صریح است این کنایت نیست. پای کوری به کوزه ای برزد، گفت فراش را وقایت نیست. کوزه و کاسه چیست بر سر ره، راه را زین خزف نقایت نیست. کوزه ها را ز راه برگیرید، یا که فراش در سعایت نیست. گفت ای کور، کوزه بر ره نیست، لیک بر ره تو را درایت نیست. ره رها کرده ای سوی کوزه می روی، آن به جز قوایت نیست. خواجه جز مستی تو در ره دین، آیتی ز ابتدا و غایت نیست. آیتی تو و طالب آیت، به ز آیت طلب خود آیت نیست. بی رهی ورنه در ره کوشش، هیچ کوشنده بی جرایت نیست. چون که من مثقال و ذره و یره هست، ذره زله بی نکایت نیست. ذره خیر بی گشادی نیست، چشم بکشا اگر عنایت نیست. هر نباتی نشانی آب است، چیست کن را از او جبایت نیست. بس کن این آب را نشانی هاست، تشنه را حاجت وسایت نیست. بسیار خوب، از بیت آغازین آغاز می کنیم که گفت عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. یادآور اون بیت از حافظ است که
احتمالاً از مولانا هم اقتباس کرده است که میگوید زاهد در راه به رندی نبرد، ای مجوی عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. این که عاشقی موقوف هدایت است یعنی متوقف بر هدایت است، یعنی بستگی به عنایت و هدایت دارد، یعنی به سعی و کوشش آدمی تماما دست یافتنی نیست، از نکته های اصیل در عالم سلوک معنوی است. و این که مولانا میگوید که عشق جز دولت و عنایت نیست، یک معناش همین است و اشاره به همین معنای لطیف دارد. اولا دولت برخلاف معنایی که امروز ما از او میفهمیم، یعنی یک معنای سیاسی، در گذشته دولت به معنای نعمت بود، به معنای مال بود، به معنای نیکبختی بود، خصوصا به معنای اقبال نیک بود. وقتی که بخت به کسی رو می آورد، گفتن که دولت به او رو آورده است. کلمه بسیار رایج و متداولی در سراسر ادبیات فارسی ماست. خب عشق یک دولت است، یعنی نعمت کلانی است به هر کسی که رو بیاورد، و موقوف عنایت است، یعنی عنایت به این معنا که تماما موقوف بر سعی شما نیست، بلکه عنایتی هم، عنایت یعنی توجه، عنایتی هم از جای دیگر لازم است. در اشعار مولانا هست که وان عنایت هست موقوف ممات، تجربت کردن این ره را سقاط، یک عنایت به ز صد گون اجتهاد، جهد را خوف است از صد گون فساد، وان عنایت هست موقوف ممات، تجربت کردن این ره را سقاط. در مثنوی یعنی یک عنایت از ناحیه حق، یک جذبه از جذبات حق، چنان که صوفیان میگویند، بهتر از صد گونه اجتهاد است. اجتهاد یعنی جهد، یعنی کوشش و تقلا. با کوشش و تقلا به جای میتوان رسید، اما عنایت مثل این میماند که کسی از بالا دست شما رو بگیره و بکشد و بیرنج و زحمت شما رو به بالا برود. در شعر حافظ هست گرچه وصالش نه به کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش. وصال او تضمین شده نیست، تضمین شده نیست. در عالم عرفان درست شبیه عالم علم، علم تجربی که ما امروز داریم، هیچ نتیجه‌ای ضمانت شده نیست. یعنی شما 100 سال عبادت کنید، مثل ابلیس، چنان که عارفان معمولا تکیه میکنن و ذکر میکنن که هزاران سال عبادت خدا کرد اما در یک امتحان مردود شد، و آن امتحان این بود که از او خواستند که به آدم سجده کند و نافرمانی کرد. پس هیچ چیز تضمین شده‌ای در عالم سلوک وجود ندارد. در قرآن هست که بطل علیهم در خبر اون کسی رو که گفتن بلعم باهور بود که آتیناه آیاتنا، ما آیاتمون رو به او داده بودیم. خیلی مجملن، یعنی کراماتی داشت، یعنی صفای دلی داشت، یعنی چشم بازی داشت، هرچه که بود، فنسلخ منها، از این آیات بیرون آمد، یعنی ناگهان او رو از او گرفتیم و به زمین افتاد. لذا اینکه مولانا میگوید که جهد را خوف است از صد گون فساد، یعنی کوشش میتواند آفت بخورد و هیچ کوششی نیست که شما رو 100% و به نحو قطعی و تضمین شده به مقصد برساند. اما معناش هم این نیست که ما کوشش نکنیم، کوشش در جای خود، اما بودن بین خوف و رجا هم به جای خود. آدمی همیشه بین دو قطب خوف و رجا در حرکت است، از یک طرف لرزان است که مبادا پای او بلغزد، از طرفی هم امیدوار است. گاهی به قطب خوف نزدیکتر می شود، گاهی به قطب رجا و امید.
خب عنایت همون چیزی است که ممکن است که ناگهان برسد در دقیقه 90 پس از کوشش بسیار و حتی غلبه نومیدی. ما در قرآن داریم که پیامبران هم میتوانند به یأس برسند، پیامبران هم میتوانند دچار یک وضعیت روحی بحرانی بشوند. در آیات پایانی سوره یوسف هست که حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا. کار به جایی رسید که پیامبران مایوس شدند، یأس بر آنها غلبه کرد و گمان کردند که وعده نصرت که به آنها داده شده است دروغ بوده است، همه چیز خیالی رویایی باطل و بی اساس بوده. در اون حالت یأس بحرانی نصرت ما در رسید. بنابراین حتی پیامبران هم می توانند چنین باشند، یعنی اون قطعیت تام متمام حتی در اون بالاترین مراتب سلوک، بالاترین مراتب قرب هم برای کسی حاصل نمی شود. حافظ در اشعارش داره به هوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند. هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند. هزار خرمن طاعت یعنی 100 سال طاعت و عبادت باد استغنا می‌وزد. باد استغنا یعنی خداوند میگوید من به هیچ کدام اینها نیازی ندارم و در مقابل اونها هم هیچ قولی ندادم و بدهی ندارم، بدهکار کسی نیستم. و اینجاست که به قول سعدی میگفت گر به محشر خطاب قهر کنند انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی عفو گو بردار کاشقیا را امید مغفرت است. خب این قصه عنایت این است. عشق جز دولت و عنایت نیست، یک امر هبه‌ای است، بخششی است، می آید و به پاره از افراد می دهند. تجربه تاریخی هم همین رو نشان می دهد. همگان بهره‌مند از این نعمت کلان و این رزق فراخ نبودند. جز گشاد دل و هدایت نیست، این یکی از نشانه هاشه که وقتی که عشق آمد دل گشاده می شود، سینه فراخ می شود، چشم باز می شود، چشم و گوش آدمی باز می شود. و همون آیه‌ای که در قرآن داریم علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، ما به تو شرح صدر دادیم، سینه تو رو گشاده کردیم، یعنی ظرفیت تو رو فراخ کردیم. و وضعنا عنک وزرک، بار سنگینی که بر دوشهای تو گرانی میکرد و از حمل اونها بیتاقت شده بودی، این بار رو برداشتیم. برداشتن این بار نه اینکه به طور فیزیکی بار رو، یعنی اینکه توانایی تو رو افزون تر کردیم، تحمل تو رو بیشتر کردیم، ولذا راحت تر میتوانی اون بار رو بکشی. همیشه چیزها در چنان نیست که با یک عمل بیرونی برآید، گاهی با یک تغییر درونی کار صدها عمل بیرونی برمیاد. یک کسی بود میگفت که من هر وقت هواپیما سوار میشدم دعا میکردم، ترس بودم، لرزان بودم، دعا میکردم سقوط نکنه، طوری نشه. اصلا از هواپیما سوار شدن ترس داشتم. یه بار به دلم افتاد، گفتم به جای این همه هواپیما که دعا میکنم که هواپیما سقوط نکنه، دعا کنم که خدا به من یه شجاعتی بده، یه دلیری بده. و این تفاوت دیگه باعث شد که این همه دعا رو بذارم کنار و همین یک نعمت که نصیب من شد دیگه ترس من ریخت، دیگه راحت میتوانم سوار هواپیما شم. البته یکی دلیریه، یکی هم چی تسلیم عجل شدن و تسلیم واقعیت شدن است که هیچ کدوم ما نمیدونیم که چگونه از این جهان خواهیم رفت. یه گونه ای خواهیم رفت و باید تسلیم همون یه گونه باشیم. باری بسیاری از تغییرات درونی عالم بیرون رو هم برای آدمی تغییر میده، یعنی نگاه شما، مواجهه شما، اپروچ شما، برخورد شما، برداشت شما، همه عوض میشه و اون عوض شدن دوباره به شما بر میگرده، یعنی باز در شما تأثیر مثبت تازه‌ای میکنه و هاکذا. به قول
فیلسوفان یک دور هرمنوتیکی اینجا رخ میده، معنای جهان برای شما عوض میشه، جهان که عوض شد شما عوض میشید و این تغییرات همینطور در یک حلقه میگردد و خودش رو تشدید میکنه. عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. عشق چیزی کاریست که موقوف هدایت باشد، به قول حافظ. عشق را بو حنیفه درس نکرد، شافعی را در او روایت نیست. این شعر اصالتاً از سنایی است و مولانا اون رو اقتباس کرده و در این قصیده خود گنجانده. همین مضمون رو مولانا در مثنوی هم آورده است، در دفتر سوم، در قصه صدر بخارا و عاشق او، که در آنجا میگوید که هین مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم که زندگی پایندگی است. اون طرف که عشق می افزود درد، بو حنیفه و شافعی درسی نکرد. حافظ هم همین نکته رو میگه، حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. خب هر نکته ای که گفتم در وصف اون شمایل، هر کس شنید گفتا لله در رقائل. دل داده هم به یاری عاشق کشی نگاری، مرضیت و سجایا محمودت و الخصائل. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. شافعی نماد فقه است. خب در اهل سنت چنان که میدانید چهار پیشوای بزرگ فقهی وجود دارد که بنیانگذاران چهار مکتب اصلی فقهی در آنجا هستند. البته فقیهان بزرگ دیگری هم در اهل سنت بودند و هستند، اما این چهار مذهب یا این چهار مکتب انتخاب شدند برای اینکه فقه چندان دچار پریشانی و سرگردانی نشود. این سو و اون سو فتاوا و مکتبها مثل قارچ می روید. در قرن چهارم تصمیم گرفتند که این تفرق رو از میان بردارن و یک اجماعی پدید بیارن، لذا بر چهار مذهب فقهی توافق کردن. ابو حنیفه است و شافعی و مالک ابن انس و احمد ابن حنبل مکاتب اینها. از میان اینها ابو حنیفه ایرانی است و اون سه نفر دیگر عربند و حجازی هستند. اکنون در مکه و در حجاز احمد ابن حنبل بیشترین پیروان رو داره. یک مکتب فقهی خشک سختگیری داره که با اندیشه های وهابی هم همراستا و سازگار است. شافعی مکتب فقهی نسبتاً بازی داره و با فقه شیعه از همه نزدیکتر است. بیشترین اهل سنت در جهان حاضر پیروان ابو حنیفه هستند. در افغانستان عموماً پیروان ابو حنیفه هستند، در ترکیه عموماً همینطور، در تونس پیروان مالک ابن انس هستند، در مصر بیشتر پیروان شافعی هستند و همینطور این انقساماتی که وجود داره. در اینجا مولانا هیچ کاری به یا سنایی یا حافظ کاری به محتوای این مکاتب فقهی ندارد. از بو حنیفه و شافعی که نام میبرد، خود مولانا هم حنفی بود از قضا. از بو حنیفه و شافعی که نام میبرد به منزله دو نماد، دو پیشوای بزرگ فقهی، و سخنش این است که عشق از مقولاتی نیست که فقیهان بتوانند درباره اون سخن بگویند یا درباره اون فتوا بدهند. عشق حلال و حرام ندارد، یجوز و لا یجوز ندارد. نباید از فقیهان پرسید که با عشق چه کنیم یا حکم عاشقی چیست. این مثل دیگر امور نیست، به چندین دلیل. یکی این که عاشقی در مثل عدالت، مثل مفاهیم خیلی بلند معرفتی میماند که اساساً تحت ضبط و مهار و حکم و داوری فقیهان قرار نمیگیره. دوم این که و این مهمتر از عشق، اساساً امر اختیاری نیست. فقه
فقه و فقیه درباره افعال اختیاری سخن میگویند، افعال اختیاری مکلفین. موضوع علم فقه این است، همونطور که خود فقها تعریف میکنند. اگر بپرسید که موضوع علم فقه چیست، یعنی علم فقه درباره چه چیزی سخن میگویند، میگویند افعال اختیاری مکلفین. فرزندان کوچک که مکلف نیستن، فقه درباره سخنان اونها، درباره رفتارهای اونها سخنی ندارند. کسانی که مجنونند و امثال اونها، فقه درباره اونها هم سخنی نداره، چون اونها مرفوع تکلیفند، تکلیف در اونها نیست. کسانی که از نظر فقهی بالغند و مختارند و مکلفند، اونگاه فقیه درباره اونها سخن میگوید. اما عشق از قبیل همون امور غیر اختیاری است. مثلا به قول مولانا میگفت گویان عشق چیست، بگو ترک اختیار. آن کوز اختیار نرست اختیار نیست. نه اینکه عشق رو اختیارن آدمی ترک اختیار میکنه، بی اختیار ترک اختیار میکنه، یعنی همین که اون از در میاد، این یکی از در دیگر بیرون میره. لذا عشق را بوحنیفه درس نکرد، شافعی را در اون روایت نیست، درس عشق رو فقیهان نمیدن، روایت هم نمی کنن، حکم هم دربارش نمیتوانن صادر کنن. حالا کلمه درس هم که مولانا به کار میبره خیلی جالبه. درس دادن عشق آموختنی نیست، کلاس رفتنی نیست، یک شیوه دیگری دارد، یعنی پاکی در نفس آدمی هست و یک عنایتی از بالا، و اینا هیچ کدومشون در مدرسه تحصیل نمی شود. حافظ گفت چی؟ بشوی اوراق اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد. خب، پس عشق را بوحنیفه درس نکرد، شافعی را در او روایت نیست. پس شافعی مپرسید امثال این مسائل. لا یجوز و یجوز تا عجل است، علم عشاق را نهایت نیست. این هم سخنی است که ما قبلا از مولانا شنیدیم در یکی از غزل‌ها که اینجا براتون شرح می‌کردم، که دوش خوابی دیدم خود عاشقان را، خواب کو کندرون کعبه، می‌جستم چون محراب کو، کعبه جان‌ها نه آن کعبه که چون جویی درش، در شب تاریک گویی شمع کو، مهتاب کو. تا به اونجا که ای فقیه از بحر لله علم عشق آموز، علم فقه آموز تو، زان که بعد از مرگ حل و حرمت و ایجاب کو. مضمون سخن غزالی است، منتها مولانا این رو در یک ساختار تازه مطرح کرد. غزالی به صراحت می گفت که فقه علم دنیوی است، یعنی برای دنیاست و در دنیا به کار می آید و پس از دنیا کاربردی ندارد، و فقیهان عالمان دنیوی هستند نه عالمان دینی. عالمان دین نیستند، عالمان دین از نظر او علمای اخلاق هستند، علمای معرفت هستند. اما علم فقه ضرورتی بوده است که پیامبران رو وادار کرده که قوانین زندگی و روابط انسانی رو به مردم بیاموزن. و به تعبیر خود غزالی، شما می توانید عباداتی بکنید کاملا بیروح اما موافق با آداب فقه. می توانید نماز بخوانید، از ابتدا تا انتها در فکر کسی باشید که از او کلاه برداری کنید، ولی نمازتون از نظر فقهی درسته، هیچ اشکالی نداره. یعنی فقیه به شما نمیگوید که این نماز رو باید قضا کنید، ولی این نماز به قول غزالی به درد آخرت نمیخوره. به این دلیل بود که غزالی میگفت که فقه یک علم دنیوی است، مخصوصا که علم حیل است. میگفتن فقه علم حیل است، کلام علم جدل است. علم حیل حیله های فقهی به شما یاد میده، و واقعا اینطوره. یعنی بسیاری از این حیله ها که تو رساله های عملیه می نویسن، همین که شما وقتی می خواهید ربا بگیرین، یه نبات روی کالایی که می دهین بگذارید و بگید که اون زیادتی رو که از شما می گیرن بابت اون نباته،
اینو فقها درست کردن، این به عقل انسانهایی که فقه نمیدونن نمیرسه. درست شبیه حیله های حقوقی که اینا رو وکلا بلدن، کسانی که علم حقوق بلدن، بنده و شما نمیدونیم که در پرسشنامه چه بنویسیم، جواب اون بازجو رو چه بدیم، اما اونا میتوانند به شما بگوین چه بنویسید، چه بگویید که گرفتار چنگال قانون نشید. خب از گذشته میگفتند که برای اینکه شما ربا بخورید، خب میتونید شما که قدری جنسی یا پولی رو به کسی میدید و در ازای او بعداً حق ندارید بیش از اون پولی که قرض دارید بگیرید، اما میتوانید کاری بکنید همراه با اون پول که دادید یک قوطی کبریت هم بدید، بگید بعداً پولی که به من برمیگردونی بابت این قوطی کبریت 2000 تومان هم اضافه بده. این 2000 تومان بابت قوطی کبریته و شما رباخار محسوب نمیشید. این حیله رو کی یاد مردم داده؟ این حیله رو فقها یاد مردم دادن. این حیله رو خود مردم بلد نبودن. مردم عادی که فقه نمیدانن نمیتونن این کار رو بکنن. لذا بیراه نگفتن که علم فقه علم حیل است و علم کلام علم جدل است. خب تمام اینها معناش اینه که فقط کاربردش توی این دنیاست، اون هم گاهی کاربرد مهیلانه و نیرنگ بازانه، ولی علم عشاق را نهایت نیست. یعنی اگر کسی عاشق شد، عاشقی همه جا همراه او هست، اما فقیه فقهش تا لب گوره یه بعد از او با او همراهی نمی کنه. در عالم دیگر حل و حرمت و ایجاب کو، ما به جهانی میریم که در اون جهان واجب و مستحب و حرام و وجود نداره دیگه. اینا متعلق به علم فقه. در واقع علم فقه حقیقتی رو بیان نمی کنه، یه روابطی رو به ما یاد میده در این جهان که چه بکنیم و چه نکنیم. وقتی از این جهان رفتیم اون نوع از روابط بر می افته و اون دستورالعمل ها دیگه به کار نمیاد. چنین چیزیست و فهم این مطلب فوق العاده مهمه، برای اینکه به آدمی می آموزد که جان خودش رو با چه چیزی بیانبارد، پر بکند، چه چیزها با او می آیند و می مانند و چه چیزهایی رو پشت سر باید بگذارد، مثل بقیه میراث، و فرو بنهد و به جای دیگر برود. لا یجوز و یجوز تا اجل است. در اشعار دیگر مولانا میگوید که اینا اون فخر میکنن که همی دانم یجوز و لا یجوز، هین ندانی تو که حوری یا عجوز، جان جمله علم ها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. جان جمله علم ها این خودشناسی است، اما یجوز و لا یجوز که خودشناسی نیست، که همی دانی یجوز و لا یجوز، میدونم چی حلاله چی حرامه. خیلی از اون چیزها که اینجا حرامه خب در بهشت حرام نیست، اینجا مشروب خوردن حرامه دیگه، ولی در بهشت الا ماشاءالله انواع و اقسامش همه چیز هست و هر لذتی که در این عالم حرام شده در بهشت جایز است. برای اینکه لذتهایی که در این جهان حرام شده به این دلیل حرام شده است که پاره ای از نفوس، پاره ای از طباع و طبایع از اونها سوء استفاده میکنه یا موجب قلیان فساد اونها میشه، اما چون در بهشت همه خوبانند اون لذاتی که اینجا تحریم شده در اونجا فساد تولید نمی کنند. مولانا راجع به شراب همین رو میگه، بادنی در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند، گر بود عاقل نکوتر می شود، ور بود دیوانه بدتر می شود، لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه می را محرم کرده اند. حکم اغلب راست، چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند. باده در همه آدمیان شر ایجاد نمیکنه، فساد به بار نمیاد، برعکس آدمیان خوب آدمتر میشن، آدمیان بد بدتر میشن، فاسدتر و شیطانتر میشن. اما این اما چون اغلب بدند و بدپسند، این جهانشناسی دینیه و یادتون باشه جهانشناسی لیبرالی نیست،
در جهان شناسی لیبرالی اقرب آدمیان نیکوان و نیکوپسندن. در جهان شناسی دینی اینطوری نیست. انسان ظلوم است، جهول است، جزوع است، منوع است و بسیاری صفات خیلی منفی که قرآن خداوند خالق آدمیان به ما نسبت داده و به تعبیر دیگه در ما کاشته و خودش هم از او خبر داره. آدمی چنین موجودی است بیشتر متمایل به بدی است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. آدمی در بهترین وضعیت پدید آمد اما میل به اسفل سافلین کرد، آمد تا پایین ترین مرتبه. حالا باید با زجر و مشقت خودش رو بکشه از این پله ها که پایین اومده بالا بره تا برسد به همون جایی که در مراتب نخستین بوده و از اونجا نزول کرده. خب چون اغلب بدند و بدپسند بر همه می را محرم کردند، چون اکثریت بدند بدپسندند و سوء استفاده چی هستند بر همه می را محرم کردند، حکم اغلب راست. همیشه احکام دینی ناظر به اکثریت است، ناظر به اغلب است. حکم اغلب راست چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. قانون رو برای چی می نویسن؟ برای اینکه می دونن اکثریت تخلف می کنن. اگر یه اقلیتی تخلف می کردن با قانون کاری نبود، احتیاجی نبود. اکثریت تخلف می کنن. مجازات چرا می زدن برای عبور از چراغ قرمز؟ برای اینکه اگر نگذرن اکثریت عبور می کنن. علی رغم اینکه گفته می شود اخلاقی هم من اینطوری نیست، بلا احتیاجی به این قانون ها و به این مجازات ها و به افسر و پلیس و دادگاه و اینها نبود. و به هیچ کسی هم نمیگن که چون شما استثناء انسان خوبی هستی از این قانون اطاعت نکن. شما حق داری هر جوری دلت خواست، هر وقت دلت خواست از قرمز عبور کنی یا نه دیگه، این برای همه است. قانون رو نمیشه مشمول استثناء کرد. حکم اغلب راست چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. همه اینا مال این دنیاست، یجوز و لا یجوز، جایز است و جایز است. اما اون جهان که رفتید بهش گرفتید، چون که بهش جاییست که بنا به تعریف خوبان در اونجا جمع شدند، کسانی که طاهرند، مطهرند، پاکیزند، فسادی و آفتی و لکهی در جان اونها باقی نمانده است، لذا شراب هم حلال می شود و در کنار شراب بسی چیزهای دیگری که در این جهان احیانا نامجاز بوده است. عاشقان غرقند در شکراب، از شکر مصر را شکایت نیست. عاشقان شیرین کامند، غرقند در شکراب، در شکر و آب، در شربت یعنی شکراب، از شکر مصر را شکایت نیست. در گذشته مشهور بود، شاید هم حقیقت داشت، که مصر شکر بسیار داره و شکرهاش هم گرانتر از جای دیگر بود. مولانا در دفتر پنجم است، اونجا که ابیات بسیار لطیفی میگوید و گویا که جان سرخوش او میل به دیدار شمس تبریز و رفتن به تبریز داشت. اونجا میگوید که اشتران مصر را رو سوی ماست، بشنویده بلبلان بانگ دراست. اشتران مصر را رو سوی ماست، بشنویده بلبلان، ای توتیان بانگ دراست. در شکر قنطید یاری نست و بس، نی شکر خوبید کاری نست و بس، نقل بر نقل است و می بر می، حلا بر مناره رو بزن بانگ سلا. نکته های بسیار میگوید. یکیش همین است که از مصر تنگه های قند و شکر میکشند. شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است، ارزانتر شود الی آخر. همچنین مشهور بود که در مصر مالیات زیاد هم میگیرند. خراج مصر مشهور بود. گفتم خراج مصر طلب میکند لبت، در شعرهای حافظ هست. گفتا به کوی عشق همین و همان کنن، هم مالیات بالایی داشت هم شکرهای نیکو و شیرینی داشت. از شکر مصر را شکایت نیست. منظور مولانا چی از این؟ خب آدمی شیرینی زیاد بخوره اذیتش میکنه دیگه، بیماری میگیره و
ولی میگه مصر هرچی هم شکرش افزون تر بشه شکایت نمی کنه. عاشقان این چنین هن، هرچی شیرین کام تر بهتر. از شیرینی نمی گریزن، شیرینی به اونها آزار و آسیب هم نمی زنن. جان مخمور چون نگوید شکر باده ای را که حد و غایت نیست. معنای بیت پیداست که جان مخمور شکر باده ای را میگوید که حد و غایت ندارد. هر که را پر غم و ترش دیدی نیست عاشق و زان ولایت نیست. عاشق نمیتواند غمناک باشه، نمیتواند ترش رو باشه، نمیتواند عبوس باشه، نمیتواند ملول و دلتنگ باشه. هیچ کدوم اینها نیست. مولانا وجه حافظ میگفت عبوس زهد به وجه خمار ننشین، غرام حلقه دردی کشان خوشگویم. زاهدان عبوسند و ملولند، ولی عاشقان هم متواضعند و هم خوشخو و بیغم. هر که را پر غم و ترش دیدی نیست عاشق و زان ولایت نیست، یعنی از ولایت عشق نیست، متعلق به یک دیار دیگری و شهر دیگری است. گر نه هر قنچه پرده باقی است، غیبت و رشک را سرایت نیست. هر قنچه، ببینید قنچه ها دو جور می توانند عمل کنند و اساسا نمادها دو گونه می توانند عمل کنند. گاهی می توانند حجاب بشوند، گاهی می توانند آینه آسا و شیشه آسا شفاف بشوند که ماورای خود رو نشان بدهند. یک قنچه می تواند نماد باغ باشه، یعنی شما در یک قنچه تمام باغ رو ببینید، با دیدن یک قنچه به یاد باغ بیفتید، صفات قنچه، بوی قنچه، رنگ او و حسن او یادآور کل باغ باشد براش. گاهی هم شما با یک قنچه میتونید غافل از کل باغ بشید، یعنی همین یک قنچه رو بگیرید و بقیه باغ رو فراموش کنید. نمادها دوگانه عمل میکنند، رفتار ناسازگار ناگزیری دارند، نمیتوانند غیر از این باشند. ببینید من گاهی فکر میکنم پیامبران هم همینطوره. پیامبران کار اصلیشون صورت بستن بر بی صورت ها بود، این کار را میکردن، اما دعوتشون به مردم گذشتن از صورت ها بود. از یک طرف ناگزیر صورتگر بودند و بدون او نمیتوانستن متاع خودشون را عرضه کنند، از یک طرف دعوت میکردن که در صورت ها نمانید و از صورت ها عبور کنید. به قول مولانا، گر بر بگویم بر مثال صورتی، بر همون صورت به چسبی ایفتی. خب من اگر بدون صورت بگویم که درک نمی کنه، اگرم با صورت بگم در همون صورت متوقف میشه. لذا صورت ها، سمبول ها، نماد ها یک عملکرد دوگانه ناسازگار ناگزیری دارن. ناگزیر یعنی نمی توان از آنها سلب کرد، این چنین عمل می کنه. قنچه همینطور است، آیه قرآن همینطور است. حالا بعدا مولانا می گه این آیه قرآن گاهی می تواند به صورت یک شیشه شفافی ماورای خودش رو به شما نشون بده. گاهی شما می توانید در همون شیشه بمانید، به ماورایش نگاه نکنید، مشغول رنگ شیشه و جنس شیشه بشه. مثال دیگری که من همیشه می زدم، یعنی مثال البته مقتبس از مولاناست، در دفتر سوم راجع به قرآن و دین که می گوید اینها حکم رسن دارن، حکم رشته و تناب دارن. زن که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون چه شدن. من رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. دین و قرآن و کتاب و غیره اینها در حکم ریسمان هست، تا بگیری و از ته چا بیای بالا و بیرون. اما بعضی های ریسمان را نمیگیرن بیان بیرون، از اون استفاده های دیگه میکنن، یعنی بلکه سوء استفاده میکنن. یکی با این ریسمان خودشو دار میزنه، یکی با این ریسمان دیگری رو خفه میکنه، یکی اصلا ته چا علم ریسمان شناسی دایر میکنه، یادش میره که این ریسمان برای این نبود که ما در کنارش بمانیم و خودمون رو مشغول کنیم و خیال کنیم که داریم یک حرکت متعالی انجام میدیم. این ریسمان برای بیرون اومدن از چاه بود. چه فایده که در عمق ظلمت بمانی و علم ریسمان شناسی به پا بکنی.
یا با این ریسمان چنان که گفتم دیگری رو خفه کنی. همون که مولانا در جای دیگه میگه، چون اون عصا تان داد تا پیش آمدید، اون عصا از خشم هم بر وی زدید، چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای زریر. عصا برای دعوا کردن نبود، برای نزاع کردن، برای بستر این اون کوفتن نبود، عصا برای راه یافتن بود. خدای عصا به تو داد، منظوری که از عصا عقل است، در این همون پای استدلالیان چوبین، این پای چوبین استدلال و عقل رو داد که با او راه رو پیدا کنی. تو تبدیلش کردی به یک اسلحه برای کوفتن بر سر اینو. حالا که اینطور شد، اون عصا را خرد بشکن ای زریر. یعنی اون دین، اون کتاب، اون قرآن دیگه به درد نمیخوره. وقتی که تبدیل به اسلحه شد، وقتی که تبدیل به یک ریسمان شد برای خفه کردن خود و خفه کردن دیگران. پس ببینید، مرد حسن را نیست جرمیه ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. اینو نکته اساسی است که من همیشه اشاره کردم، مقدم بر دین سودای سربالا مهمه، مقدم بر علم سودای سربالا مهمه. ما یه چیزی داریم به نام سودا، یعنی همت، یعنی قصد و آرزو و حسن استفاده و حسن کاربرد. سودای شما چیه؟ مقصدتون از دین داری چیه؟ از علم چیه؟ خب میتونید باش بمب اتمی هم بسازید، میتونید زهر هم بسازید، میتونید سلاح‌های شیمیایی هم بسازید، چون سودای سربالا ندارید. یه چیزی ما داریم فراتر از دین، فراتر از علم، اسمش سوداست. این همون چیزیست که مولانا میگه، مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. در باب همون عاشقی که در دفتر سوم از او یاد میکنه همین تعبیر، اون فقیر شهر سربالا طلب، گفت می خسبم در این مسجد به شب، مسجد آگر کربلای من شوی، کعبه حاجت روای من شوی. سربالا طلب خیلی تعبیر نیکوی است، و سودای سربالا داشتن، این مفاهیم که انس ذهنی مولانا رو هم نشون میده، همه حکایت از این میکند که این مرد به این مقولات چگونه نگاه میکرده، حتی به قرآن، حتی به دیانت، حتی به عقل، که میگه چون عصا تان داد تا پیش آمدید، تا چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای زریر. زریر یعنی کور. حالا داشتم این رو میگفتم که قنچه گاهی میتواند پرده باغ بشه، گاهی میتواند نماد باغ بشه. میگه چون که هر قنچه پرده باغی شده، رشک و غیرت سرازیر شده و سرایت به همگان کرده. اگر هر قنچه اگر نبود که هر قنچه پرده باقی است، غیرت و رشک هم به این و اون سرایت نمی کن. یعنی هر کسی که قنچه رو بر می داره و می گوید که من این رو دارم، دیگری هم قنچه دیگری رو، و از این طریق به یک دیگر غیرت می فروشند و یا حسد می برند. اگر اینطور نباشه، همه از برای قنچه باغ رو ببینند، دیگه رشک و حسد هم رخت برخواهد بست. مبتدی باشدن در این ره عشق، آن که او واقف از بدایت نیست، نیست شو نیست از خودی، زیرا بتر از هستیت جنایت نیست. خب این هم از تمهای خیلی آشناست و اصلش از اون شاعر عرب گرفته است که میگوید که من به معشوق خودم گفتم که من که برای تو همه کار کردم، همه فداکاری کردم، برای چی منو میکشی؟ گفت وجود تو ذنب لا یقاس بهی ذنب، بودن تو، موجودیت تو گناهی است که بالاتر از او گناهی نیست. همین که در مقابل من می ایستی، اظهار وجود میکنی، ادعای وجود میکنی، این برترین گناه است. بنابراین این که میگوید نیست شو نیست از خودی، از خودی خود دست بکش، چون جنایتی بدتر از این نیست. هیچ رایی مشو، رعایت رعیت شو، رایی جز صد رعایت نیست. ادعای چوپان بودن نکن، رایی مشو، رعیت شو. این تعبیری است که مولانا در مثنوی داره، این رعیت باش چون سلطان نیی،
خود مران چون مرد کشتیبان نی، چون نی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. در مقابل مدعیان و لاف زنان و برای متهم کردن نفس خود، چون هر کسی برمیخواست و مدعی رهبری بود، مدعی چوپانی گله ها و رمه ها بود، میگفت نه تو هنوز نوبت به رائی شدنت نرسیده، تو هنوز رعیتی، رعیت باش چون سلطان نی، پنجه با مردان مزن ای بلحوث، برتر از سلطان چه میرانی فرس، نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله با من زنداز بیش، این رعیت باش چون سلطان نی، خود مران چون مرد کشتیبان نی، نمیتوانی کشتیبانی بکنی خودت میرانی، تعداد زیاد رو هم سوار کشتی میکنی، همه رو به هلاکت میرسانی. این همون دعوی چوپانی، دعوی رائی بودن است. رعیت باش، متواضع باش، خودشناس باش، ببین حد تو چیست، نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله با من زنداز بیش. به یکی از روحانیان عالی رتبه ایران که من نامی نوشته بودم، همین ابیات مولانا رو هم نوشتن، گفتم که نازنینی تو ولی در حد خیش، ادعای بیش از اندازه مکن، پاتم از گلیمت بیشتر دراز مکن، بس بودی بندرا کفا بالله، لیک این نادش و کفایت نیست، کافیست که آدمی بگوید که کفا بالله، خدا کافی من است، کفایت کننده امور من است، ولی معمولا این دانش و کفایت رو ندارد، گوید این مشکل و کنایات است، این صریح است، این کنایت نیست، میگوید که یه عده اهل تعویلند، میدانید که مولانا و کلن اشاعره اهل تعویل نبودند و میگفتند وقتی که به مفهومی آیه جمله برخورد میکنید که نمیتوانید رازش رو بگشایید، نمیتوانید اون رو تعویل، میخواهید اون رو تعویل بکنید، اون رو تعویل نکنید، خودتون رو تعویل بکنید، گره در وجود شماست نه در اون مفهوم، خیش را کرده ای تعویل، حرف بکر را خیش را تعویل کن، نی ذکر را، خودتو تغییر بده، معنای اون آیه رو تغییر نده. یعنی چی این هر؟ یعنی از نظر مولانا وقتی که میگیم همه چیز تسبیح خداوند میکنن، معتزلی این رو تعویل میکنه، میگوید اشیاء که جمادات که علم ندارن، عقل ندارن، نطق ندارن، شعور ندارن، چگونه تسبیح کنن؟ پس لابد منظوری نیستش که تسبیح میکنن اونچنان که ما میکنیم، لابد یعنی به گونه ای ساخته شدن که آدمیان رو به تسبیح وا میدارن. مولانا میگوید که نه، این باطل است، این بابت تأویل اهل اعتزال، وان آن کس کو ندارد نور حال، این مال افراد نابیناست و ناشنو، خودت رو تأویل کن، این خودت رو عوض کن، خودت رو تغییر بده، حواسی پیدا میکنی، گوشهایی پیدا میکنی که صدای تسبیح موجودات رو خواهی شد و در اون صورت دیگه هیچ تأویل هم نمیکنی، هیچ بی تأویل ان را در پذیر. این که می گفت کرده ای تأویل، حرف بکر را خیش را تأویل کن، نی ذکر را، آیه رو چرا تغییر میدی؟ معناش رو چرا عوض میکنی؟ خودت رو عوض کن. فلسفی کو منکر حنان است، از حواس انبیا بیگانه است. خب حکایتیست که مولانا نقل کرده، پاره از محدثین هم آوردن که پیامبر به ستونی تکیه میداد و بعدن که برای ایشون منبر گذاشتن و بر منبر نشستن، اون ستون به ناله در آمد که پیامبر چرا من رو ترک کرد. خب مولانا میگوید که اولا عده‌ای که این روایت رو نمیپذیرن، میگن نامعقول است و باطل است، اونهایی هم که پذیرفتن میگن خب منظور که این نیست که این ستون ناله کرد، لابد یه چیز دیگری است، به طور سمبولی، کنایی، مجازی گفتند که ناله کرد از دوری پیامبر. و ولی مولانا چی میگه؟ میگه فلسفی کو منکر حنان است، از حواس انبیا بیگانه است. یه حواس دیگری آدمی باید داشته باشه، یعنی گوش دیگری، چشم دیگری، در اون صورت صدای ناله ستون حنانه رو خواهد شد.
اون فیلسوفی که منکر این امره چون اون حواس رو نداره. پس چرا تعویل میکنی ناله ستون حنانه رو؟ خودت رو عوض کن، یعنی صاحب چنان گوشی بشو، صاحب چنان چشمی بشو، این رو به راحتی خواهی پذیرفت. در اینجا هم اشاره مولانا همینه، میگوید که وقتی به اون میگه خدا کفایتت میکنه، میگه این که منظوری نیست که خداوند از اون بالای آسمون بیاد به امورات من برسه، لابد منظوری نستش که برو دنبال اسباب وسایل. میگه نه، گوید این مشکل و کنایات هست. بعد مولوی میگه نه، هیچ کنایه هم مثل صریح هست، این کنایت نیست، صراحتا معناش اینه که کارتو به دست خدا بسپار، او تو رو کفایت خواهد کرد. بعد مثالی میزنه که ما چگونه کژبینیم. این مثال از غزالی است، البته در جای دیگری هم مولانا این رو به کار برده و غزالی این رو در مسئله شرور آورده برای حل مسئله شرور. میگه بسیاری از نابسامانی ها، کژی ها، نادرستی ها که ما در عالم میبینیم به دلیل این است که ما عالم رو درست نمیبینیم، پاره اندکی از رو میبینیم، پاره های بزرگتر رو نمیبینیم، داوری در باب اون قطعه کوچک رو تعمیم میدهیم به تمام کل جهان و از اینجا دچار غلط و مغالطه میشیم. مثالی که غزالی میزنه این است، در گذشته چراغ ها رو که از سقف آویزان نمی کردن، معمولا حباب های پوچی بود روی زمین میگذاشتن و مجلس رو روشن میکردن. یه کوری وارد مجلسی شد و پای او برخورد به این چراغ ها میکرد، اعتراض کرد، گفت صاحب خانه، کارگری که در خانه کار میکنه، خانم خانه، اینا چرا اینقدر بی تدبیرن، چرا اینقدر بی انضباطن، چرا این چیزا رو جلو راه مردم گذاشتن و مراقبت نکردن که راه رو باز کنن. غزالی میگوید که خب این به دلیل نابینایی اون شخصه، اون چراغ ها رو دقیقاً برای روشن شدن راه نهادن، اما برای بینایان، نابینا فکر میکنه اینها موانعی است بر سر راه. ما که کورانه عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. این تعبیری است که در جای دیگری مولانا میکنه. در اینجا همون داستان رو به این شکل میگوید که پای کوری به کوزه ای برزد، گفت فراش را به آیت نیست. فراش دقیقا یعنی فرش پهن کن، یعنی خانه آرا، نه فراش به معنای کارگر و یا نظافتچی. پای کوری به کوزه ای برزد، پای او خورد به کوزه ای، گفت فراش را وقایت، وقایت یعنی حفاظت، یعنی نگهداری، یعنی شغل خودش رو خوب بلد نیست. کاز کوزه و کاسه چیست در سر ره، راه را زین خزف نقایت نیست. نقایت یعنی پاکی، خزف یعنی سفال. میگفت این راه چرا از این سفال ها پاک نیستن، چرا اینها رو کنار نذاشتن؟ کوزه ها را ز راه برگیرید، یا که فراش در سعایت نیست. سعایت یعنی کوشش. گفت مگه، یا در فارسی که یه معنای مگره، مگر فراش سعی کافی نکرده است، مگر وظیفه خود رو به جا نیاورده است که کوزه ها رو سر راه گذاشته، کوزه ها رو ز راه برگیرید. در جواب او گفتن چی؟ گفت ای کور، کوزه بر راه نیست، لیک بر راه تو را درایت نیست. کوزه در راه نیست، در جای خودشه، تو نمیدونی راه از چاه کدامه، راه از بیراه کدامه و چنین داوری های ناروا میکنی. ره رها کرده ای سوی کوزه، میروی آن به جز قوایت نیست. راه اصل رو رها کردی، سوی کوزه ها میری و این غیر از گمراهی نیست. بقیه غزل و قصیده رو به شما میسپارم، خودتون بخوانید، معانی چندان دشواری ندارد و فقط اشاره‌ای دارد که هر رفتار آدمی مثقال ذره‌ای هم که باشه پاداش خود یا کیفر خود رو میگیرد و این میتواند درسی باشد برای ما، یک درس اخلاقی از جمیع این قصیده همراه با درس عشق که البته عشق رو به درس نمیتوان خواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اون مرمانی که فرمودی که این آیه هست در قرآن که میگه همه وجودات ها در جایی پرنوان میگه همه چیز در حال هست.
مسیح و عبادت خدا هستن ولی شما عبادت آنها را در نمیارید. میتونه یه معنیش این باشه که وقتی قرآن میگه ما همه چیز را به مقدار معین و یعنی آفریدیم، خب پس اون یعنی بودن و اندازه معین اینها، خود اینا اثبات کردن که اینها دارن یه پرپس را سرو میکنن، یعنی یه جهت را حرکت میکنن در جهت خداوندی، پس همین این میشه خودش عبادت کردن خداوند. خب میشه همون تعویلی که شما دارید میکنین دیگه. خب بله، اینم یه جور تأویله، یعنی میگه تسبیح کردن خداوند یعنی رو به هدفی رفتن، و رو به هدفی رفتن یعنی عبادت، و این عبادت یعنی تسبیح. بسیار خب، این یه جور تأویلیست. مولانا البته اینو نمیپذیره. این تأویل شما موافق طبع اعتزالیانه، موافق طبع حتی غزالی هم موافق این امره، چون غزالی البته اون تعبیر بهتری داره. اون میگه این زبان حاله، میگه زبان حال اشیاست، گویی که به زبان نمیگویند اما اگر زبان داشتن چنین میگفتن. معنی زبان حال اینه دیگه. البته نوعی مجاز، نوع استعاره است، بالاخره ما داریم نطق رو و بیان رو به موجوداتی نسبت میدهیم که معتقدیم که اونها زبان ندارن، نطق ندارن. اما مولوی درست در مقابلش میگه نه، اتفاقا زبان دارن، نطق هم دارن، ما بی جهت فرض کردیم که ندارن. و اون آیه هم میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیحشون رو در نمییابید. یعنی چی این؟ یعنی دارن دیگه، ولی گوش بنده و شما لابد نمیشنود. توجه میکنید؟ و مولانا معتقد است که نه، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تعویل ها نرباید. اگر از جمادی سوی جان جان برید، یعنی ما هم به تعبیر او ما هم غرق در جمادیاتیم، ما هم جماد صفت شدیم، این ماتریالیزم و این بینش ماتریالیستی ما رو هم فرا گرفته. میگوی این پرده رو، این حجاب رو برافکنید و جان بشوید، جان جان بشوید، با جان عالم همراه و آشنا بشوید، اونگاه صدای این جهان رو و حتی صدای جمادات رو خواهید شنید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تأویل ها نربایدد. فاش، آشکارا صداشونو میشنوید، دیگه دل به این تأویل ها نمیدی. اون تأویل ها مال به قول مولانا کسانیست که و آنها آن کس کو ندارد نور حال، بینش کافی ندارد. عرض میکنم که تأویل دیگه این، یعنی شما وقتی که ما میگیم تسبیح میکنند، شما تسبیح رو از معنای خودش خارج میکنید، معنای دیگری به جای اون مینشانید. کردند این کار رو، نمیگم این کار باطله، به قول شما یوتیلایز میکنند، یعنی منظور چیه؟ یعنی مصرف میکنند، یعنی به کار میبرند، هرچی برحال همین دیگه. غیر از نطق، اینایی که شما میگید، شما نطق رو دارید به یه امر غیر نطقی معنا میکنید. بله دیگه، کلمه نطق رو برای این آوردن. شما اگر غیر از این به کار ببرید دارید مجاز میگید دیگه، منتها ما این مجاز رو اینقدر به کار بردیم که گمان میکنیم که مجاز نیست. نه، هر چیزی رو که هر واژه‌ای رو که از معنای اصلیش شما بیرون آوردید و در غیر معنای اصلیش به کار بردید دارید مجاز میگید. سلام. زن سخنگویاتون چرفه از سندگیات غزالی و محمد عوامون غزالی نامونی تو نوارات رو خیلی شردون که گفتیم مولانا جلالدین تمام خیلی تقیاش یا نوتاش از غزالی و محمد غزالی گرفته، ولی هیچ وقت اقراری گرفته که از اینشون گرفته.
یعنی شما یه جوری این رو بیان میکنید که گویی مولانا دوزیده از غزالی و میخواسته پنهان کنه وامداری خودش رو نسبت به او. نه اینطوری نیست. ببینید این مرسوم بوده در گذشته و نه تنها در گذشته، حالا هم اینطوره. بالاخره شما هم اگر دانشی دارید این دانش رو از یه جایی اقتباس کردید، کتابهایی خوندید، معلمینی داشتید و دانسته های خودتون رو که ای بسا از دیگران فرا گرفته اید به زبان خودتون، به بیان خودتون مطرح میکنید. مولوی هم اینطوره. یعنی اینا چیزایی نیستش که نهان بکند یا برای او شرم‌آور باشد. این رو من استخراج کردم، موارد بسیاری رو که سخنان مولانا نشان میدهد که آثار غزالی رو خیلی خوب خونده، آثار صنایع رو هم خونده، آثار عطار رو هم خونده، همه اینها رو، و دایی نداشته که پنهان کنه، در این حال دایی هم نداشته که همه جا ریفرنس بده. بالاخره وقتی که شعر میگفته این اندیشه ها به طور طبیعی در بر زبانش جاری میشده. اگر قصه ای رو از غزالی به یاد داشته، نه فقط از غزالی و امثال او، قصه های فولکلوری، چیزهایی که در فرهنگ عامه جاری بوده و مولوی از دهان این و اون میشنیده، بسیاری از نکاتش رو از شمس تبریزی گرفته. اسم شمس در مثنوی هست 2 یا 3 بار، ولی هیچ جا نگفته فلان قصه رو من از شمس نقل میکنم. اما شما امروز وقتی که مقالات شمس تبریزی رو میخونید، اصلا به قول آقای موحد مهمترین متنی رو که قبل از مثنوی باید خون مقالات شمس تبریزی، چون مهمترین مرجع مولانا اونجاست. بسیاری از نکته های باریک که در مثنوی میبینید شبیه او رو یا حتی گاهی به عین عبارات در مقالات شمس پیدا میکنه. داستان مثل همین داستان شاهزادگان که بخش بزرگی از دفتر ششم رو گرفته، این قصه در دیوان در مقالات شمس است و بسی چیزهای دیگه. اما رسمی نبوده، برای اینکه مولانا که کتاب نمی نوشته، عین عبارات اونها رو که نقل نکرده، مفهومی رو کلن گرفته بوده و در مواردی بسط داده. شما کافیست همین داستان توتی و بازرگان رو که مولانا آورده مقایسه کنید با عطار که همین قصه رو آورده، ببینید تفاوت چقدره و اصل قصه یکیست، اما استفاده هایی که این مرد کرده و این حجم عظیمی که به این داستان داده اصلا قابل قیاس نیست با اونچه که قبل از او گفتن یا دیالوگ هایی که در داستان ها برگزار کرده. ولی بله، چند تا نکته اساسی است که من هم نشون دادم. یکیش مسئله غفلت که خیلی مفهوم فربهی است و این در غزالی است و این رو مولانا از او گرفته، البته نام نبرده، ولی تأثیرش و سایش بر اندیشه مولانا کاملا آشکاره. همین مثال که من براتون عرض کردم یا بعضی از نکته ها در باب توحید و توکل و امثال اینها، ببینید به طور کلی اینجوری بگم، این رو مرحوم جلال همایی هم گفته بود که مولانا تا قبل از برخورد به شمس یک غزالی دیگر بود. یعنی همون دروس رو خونده بود، همون علوم رو آموخته بود، همون کتابا، همون مدارس، همون بزرگان و علما، همینا رو میشناخت و از اونها چیز یاد گرفته بود. اما یک مرتبه همه اینا رفت و در کوره عشق ذوب شد و از دل این کوره چیز دیگری بیرون آمد که نامش مثنوی است. اما اون مواد اولیه بر جای خود است. متوجه نشدم. اگه چی؟ پایان مسیر. والا چه عرض کنم، مولانا که میگه اونو نهایت نیست، پایان نداره که واقعا. بله، تا قیامت گر بگویم این کلام، صد قیامت بگذرد وان ناتوان. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی بود بن ناپدید. لذا او هم میگو پایان نداره، حد و کرانه نداره و هیچ کس نمیدانه. و بعد هم میگفت که 100 هزاران حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را. میگفت این منزلگاه نهایی نداره، راه هست و راهی که تا بی نهایت ادامه داره، هیچ کس به پایان نمیرسه، هیچ کسی.
اگر حالا بخواید پایانی براش معین کنید، باید بگید پایانش هو الله، خداوند است. ولی خداوند هم بی نهایت و بی پایان است، لذا پایانی نداره. یه راه است، راه بی پایان است و اساساً از او انتظار یا تصور یک راهی که به زودی یا پس از مدتی به مقصد میرسه و آدمی آرام مینشینه، نه، چنین چیزی نیست. با عزیزی شکر از این صدقات بسیار جامعه در خود که نمیدید، من یه سوال دارم که این فرق سودت خود از خود یک از همیزی میدید که مولانا شاید از دیگوی نیست، ولی این یک قصد رو که شما فرمودید بسیار نزدیک است به قصیده. خواستم با در روی که مرمون جلال آقای هم یک از جان از قصد میاد و بیشتر شاعران از این گوی ما هم مثل عملی یا مانند حافظ برای که دلوه کمی آوردن به دلوه بسیار زیادتری به دلوه یا خود سعدی و دیگران، این ها وقتی که قصیده رو گفتن همیشه یک قصد معین با پادشاهی، حکیمی، بزرگی کسی بوده یا آن طرفش هم در طرف دیگر ترازم هم یک مابعضایی مطرح و ما در حافظ درستی در مولانا این سرفصل و سرتیپ رو نمی‌بینیم و این حرکت رو هم هرگز ندیدیم. خواستم ببینم علت این که شما این به اصطلاح حذر رو که از مکنی این غزلیات فقط جای گرفته وقتی که به سرفصل قصیده داریم عرض کنم که تفسیر می‌فرمایید کن علت نهاییش چی هست؟ درست می‌فرمایید. نه، من نگفتم. اینایی که جمع‌آوری کننده یه دیوان شمس بودن این رو جزء قصائد نوشتن. از قضا منم درک نمی‌کنم چرا، و به نظر منم مثل دیگر غزلیات شمس، من از قول اونا نقل کردم و در ابتدا هم گفتم که برای ما این طبقه بندی ها هیچ اهمیتی نداره و این هم اصلا شکل و شمایل یک قصیده رو نداره، کاملا مثل دیگر غزلهای مولانا. بله. خب، ممنون از دوستان گرامی، ان شاءالله تا نوبت آتی.